غیر از پیری که اون پیر از حق است مست. در رابطه با دیدگاه مولانا به حق، که این همه میگیم آقا ما حق یعنی چی؟ چی حقه و چی باطله؟ در مباحث فکر من خدمتتون عرض کردم از نظر مولانا حقیقت اون چیزیه که تجربهش کردی، اون برای تو حقیقته. باطل اون چیزیه که تو ازش اطلاعی نداری، فقط خوندی یا شنیدی و راجبش اظهار نظر میکنی. اون پیر مردی که اینو دریافت رو درک کرده، پیر که میگم نه پیر مرد جسمانی، اون انسان بزرگی که اینو مستی ها رو درک کرده، این انسان از هی کردن، حمله کردن، یک جرعه بخوره و برگردونه برحذره. اون کسی که مستی رو درک کرده، مست شده، عالم حیرت میدونه یعنی چی، در درون او حیات طیب است. ببینید حیاتون طیبه، میدونید در قرآن در سوره نحل اومده حیات طیبه یعنی حیات پاک، حیات پاکیزه. میگه اونه که درونش درون حیاتون طیب است، اون آدم که این تجربیات رو داره، درک کرده این نوع مستی رو، این از حیات طیبه برخورداره. حیات طیبه یعنی چی؟ ببینید من به دیدگاه مذهبی کاری ندارم. امروزی ها به حیات طیبه میگن کسانی که از عقده‌های روانی خالی‌اند، عقده‌های درونی ندارن، اینا دارای حیات طیبن، دارای حیات پاکیزن. همون صحبتی رو که من خدمتتون میکردم، روان انسان رونده است، روان دیگه، این داره حرکت میکنه، نمی ایسته، ایستایی نداره در مقابل مسائل. هر چیزی رو که تجربه میکنه، تجربه میکنه و میگذره و تجربه بعدی با این متفاوته. روان انسانی اگر یک منظره رو، یک جریانی رو میبینه، از این جریان گذر میکنه. اون چیزی که این جریان رو به بازی میگیره فکره، فکره که همش در این داستانه که دوباره من اینو تکرار کنم، چقدر زیبا بود. روان انسانی مقابل این نمی ایسته. زیباترین نوع تجربیات و یا بدترین و دردآورترین نوع تجربیات رو گذر میکنه. فکر یا این رو شکنجه میده با تکرار این تجربه، و یا شادی مصنوعی در این ایجاد میکنه. اما روان ایستایی نداره، روان حرکت میکنه. در حقیقت در درون اینجور انسانها، این انسانی که تجربه کرده چیزهایی که اونها بر ذهن این مسلط بودن، مثل داستانی که من خدمتون گفتم، مستی رو درک کرده که خداگاه اون تحت تأثیر این مستی حرکت میکنه. این تجربه عالم حیرت دقیقا مثل آب روانی میمونه که تمام گلولای عقده ها رو میشوره. پس غیر از مسئله آگاهی که ما تو این چندین و چند جلسه ازش صحبت میکردیم، آگاه شدن به مسائل عقده‌های درونی رو پاک میکنه و گلولای‌های فکری رو میشوره، مستی، تجربه عالم حیرت، بودن در زندگی که درکش برای دیگران به این سادگی نیست. باز هم تکرار میکنم، اگر کسی واقعا عاشق شده باشه،
اون تأثیری رو که اون مستی فوق عقل بر خودآگاهش گذاشته و تغییراتی رو که در درونش به وجود آورده کاملا درک میکنه. این نوع حیات حیاتی میشه که در بند عقده ها دیگه نیست، چشم و دل سیره. حالا در بحث عشق انشالله اگه موقعی وارد بشیم میبینید اون چیزی که مولانا میگه گدا گشنه است نفسه، همش میخواد، همش سوال داره، همش زیر علامت سوال میبره و برای هر سوالی هم یک جوابی که میدی 10 تا سوال دیگه مطرح میکنه. این رو شما با مسائل علمی اشتباه نکنید، اون یک بحث دیگه است. بحثای علمی یک بحث دیگه است، بحثای نفسانی یک بحث دیگه است. ولی عشق سیره، در حقیقت سیری رو به تو میچشونه که تو از عقده ها باز میشی. به این میگن حیات طیبه از نظری که مولانا مطرح میکنه. پس از حق است مست، یعنی حقیقت رو که در واقع تجربه این نوع مستیه، تجربه این عالم حیرت، این داره. واسه همین بود که من بارها خدمتون عرض کردم اگر از جایی شروع میکنید برای خودشناسی، برای قدم گذاشتن در طریقت و درون خود، به قول بودا یک بار عشق رو تجربه کنید. این همون مستیه که تمام معادلات رو به هم میریزه، اون چهارچوب خونه مرغ فرو میریزه. به هر حال کسی که این تجربه رو کرده دارای حیات طیب است، از عقده های فکری خالیه.